چطوری؟ خوش شما این بچه ها به این ویدیو جدید جذاب و ورق جذاب من خفن. امیدوارم که تا الان امتحاناتون رو خوب ریده باشید و سر بلند اومده باشید بیرون از دایره امتحاناتتون و امیدوارم که در تابستون جوری افتاده باشید که مجبور بشید همه کلاساتون خفه شو بابا. جدی دارم میگم که امیدوارم که با خیال راحت امتحاناتون داده باشید و استرس امتحاناتون نداشته باشین. هرچی دیگه امیدوارم که امتحانات خوبی در پیش داشته باشین. توی این ایام خرداد یکم کمتر ویدیو میذاریم چون اسطوره ادیت خودش درگیر امتحاناشو این داستانا، ولی خب میذاریم تک و توک. امتحانا که تمام بشه که میشه بعد طرفای 20 21 خرداد شروع می‌کنیم ویدیوهای بیشتر گذاشتن. حتی اگه حمایت داشته باشیم میتونم از همینجا قول دیلی آپلود بدم، حتی بسته به خود شما داره. و دیگه برای تابستون قرار منفجر کنیم. اینستاگرام و تلگرام و دیسکورد منم اینجا میاد، حتما جوین باشید، فالو داشته باشید، از اخبار اطلاعات عقب نمونید. مثلا بچهای تلگرام میدونستن این حرفایی که از آدمو میدونستن، آقا تو خرداد قرار کمتر ویدیو بذاریم، قراره که تابستون بهتره کنیم. همه زودتر میگم تلگرام، من تو تلگرام بیشتر دهنم لقه. و اینم راستی بهتون بگم که توی ایام امتحانا بچا ویدیوها رو سعی میکنم بین 8 دقیقه تا دیگه نهایتا 12 دقیقه بذاریم. دیگه خیلی زیاد بشه 12 دقیقه است، ولی هم مثلا 8 دقیقه تا 12 که اوریجش میشه 10 دقیقه توی اون تایم براتون بذاریم که کمتر وقتتون رو بگیره و بیشتر به درستون بتونید برسید. حالا این وسط هم بخواید 10 دقیقه یه رو بی استراحت کنید، بیاید و ویدیوها رو نگاه کنید و امیدوارم که انرژی بگیرید. ویدیو امروز هم راجع به احساسی ترین گل های فوتبال، گل هایی که اشک هر هواداری رو در میاره، اشک یه هوادار رو از خوشحالی، اشک یه هوادار دیگر رو از غم. پس بدون معطلی لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره. ویدیو رو لایک کن، ویدیو رو لایک کن. لایک کردی امین؟ لایک نمیکنه. ببین پسر خیلی نامرده. نه نمیرم سراغ ویدیو، من قهرم. آه لایک کرد آره کلا. پس بریم سراغ ویدیو. این گل لوکاس مورا به آژاکس دیگه. امیدوارم اگه کپی رایت نخوریم، چون چمپیونز لیگ کپی رایت میزنه. این گل آخره لوکاس مورا دیگه، آژاکس فکر کنم 2-0 تاتنهام جلو بود، لوکاس مورا اومد تو هتریک کرد. اینم دقیقای آخر دیگه، 90 خورده ای بود دیگه، بعد گل فکر کنم سوتو زد داور که لوکاس مورا یه جوری اومد نسخه آژاکس رو پیچید که تاتنهام اولین فینال چمپیونز لیگش رفت که قهرمان هم نشدن، فکر کنم لیورپول قهرمان شد. و ولی خب آره یه کامبک وحشتناکی زد تاتنهام اون سال و با پوچتینو رفتن فینال لیگ قهرمانان. و آژاکس اون سال خیلی تیم قوی بود، این حکیم زیهش حالا مثلا دارین میبینین، اینم دیانگ بود اگه اشتباه نکنم، خیلی تیم خوبی بود آژاکس اون سال. و نگاه کنین آژاکسیا چه جوری افتادن کف زمین، پیامبر تاتنهامیا پاولو پایین میپریدن خوشحال، یادش بخیر چقدر زود گذر. لوکاس مورا دیگه بعد اون فوتبال دیگه باید خدافظی میکرد به نظرم. میشه نظر تو بکنی تو لامپارد اسکورد گل اگینست لیورپول فیو دیز افتر هیز مادرز دث. ای وای، لامپارد بعد از فوت مادرش به لیورپول گل میزنه، فکر کنم دیگه الان باید گریه. بعد عمو فرانکی گلم تقدیم کرد به مادرش دیگه، چقدر صحنه دردناکی میتونه باشه. مثلا فکر کنین دیگه مادر طرف نبوده که مثلا بخواد گلش رو نگاه کنه، مثلا بازیش رو نگاه کنه. یاده اوس جواد افتادم سر اون بازی، فکر کنم پرسپولیس تراکتور بود که مادرش فوت کرده بود اومده بود. امیر جان بذار حتما، فکر کنم دو سه بار گذاشت ولی بازم بذار. اینم قطعا برای لامپارد درد داشته، الهی چه اشیا میریزه. ولی آقا فرانک خدای مربی گوی شدی، چجوری میتونی با یه همچین تیمی اینجوری نتیجه بگیری که حتی بالا 10 تای جدول نباشی؟ یعنی چلسی فنا فقط الان خوشحالن که سقوط نکردن. آقای لامپارد ادر اسکوت لیک تکستر، گل ادر، گل ادر برای یوروی 2020 یا اگه اشتباه نکنم یورو 2016، یورو 2016 برای یورو 2016 بود که یوها اونجا گل زد به فرانسه، بازی که رونالدو فکر کنم بیرون بود اینجا و نمایش خوبی هم نداشت رونالدو توی اون بازی با فرانسه. این گل رو زد ادر و پرتغال قهرمان یورو 2016 شد. گل قشنگی هم زد، خدایی شوت قشنگی زد، لوریس هم نرسید به تو. و پرتغالیا رو ببین، از اون ور فرانسوی هم. همیشه اگر یک طرف داره از خنده پاره میشه، یکی دیگه داره از گریه چونش پاره میشه. نوشته که رونالدو حساس ترین پنالتی رو زده برای برد رئال جلوی اتلتیکو مادرید بود اگه اشتباه نکنم، برای 11 قهرمانی چمپیونز لیگشون که آها اوه ندیده بودم.
مارسلو رو سر 11امین تروفیش، یعنی اینقدر خوشحال شدن که رونالدو اینجوری کرد، من فکر کنم لباسشو پاره کرد رونالدو، چقدر فشار روشون بوده. منو بازی رو یادم نمیاد حقیقتا، نمیدونم مثلا واسه سال 2000 چنده بچه‌ها که میدونن من بگن و چرا اینقدر فشار روی رئال مادرید بوده. خب پنالتی آخری بوده که تیم داشته قهرمان UCL میشده، خب قطعا فشار رو به همراه خودش داره. شاید نمیدونی مرد حسابی، دربی مادرید بوده فینالت چمپیونز لیگ، فرناندو تورس اون موقع تو اتلتیکو مادرید بوده. معلومه که جذاب میشه، معلومه که فشار میاد رو تیمشون. حرف اضافه میزنم خدا وکیلی، خیلی واقعا پس فینال وحشی بود. حالا فکر کن چه اتلتیکو بارسا بود. یا اول فصل وای وای چی اومد؟ با لیگ اروپا بود اگه اشتباه نکنم که بارسا 3-0 رومو برده بود و مانولاس این ور اومد یه همچین گلی زد به جا 2-1 برد، یادم نمیاد ولی هرچی بود که روم 3-0 بارسا رو برد با این گل مانولاس که گل سومشون بود و بارسا حذف شد از لیگ اروپا. خیلی واره واقعا یادم میاد که خیلی فشار. اینیستا اون موقع بارسا بوده، پشما رومیا رو ببین چه خوشحال. فکر کنم لیگ قهرمانان بود، لیگ اروپا نبود. حالا این جایشون ننوشته که لیگ قهرمانان یا لیگ اروپاه، ولی آره جد خیلی چیز بود که آقا همه از این بودن که آقا رفت بارسا اونجوری بازی کرد، برگشت دیگه روم کارش تمومه. ولی تو برگشت روم اومد 3-0 بارسا رو برد و بارسا حذف شد. نوشته گریفت اسکور بیوتیفول فری کیک تو پوت اسکاتلند آهد ان اور ریوایز انگلند. بازی اسکاتلند انگلیس یا اول فصل، بازی 1-1 بوده، آقای گریفت یه همچین کاشته ای میزنه، یا خدا چه کاشته ای زدش، خیلی خوشگل زد برای بازیکنی که تا حالا شناخته نشده. جوهارت هم دروازه‌بان بود، نگاه کن تماشاچی ها داشتن میدویدن این ور اون ور، چقدر میتونه گل جذاب و حساسی باشه. خب اسکاتلند و انگلیس هم نزدیک هم دیگن و مثل یه جورایی ایران و عراق با هم دیگه داستان دارن، بر همین بازی 1-1 بوده و اینجوری تونسته اسکاتلند انگلیس رو شکست بده. اینم بازی یونایتد و پی اس جی اگه اشتباه نکنم که اینجا پنالتی شد و رشفورد رفت اینجا پنالتی رو زد و بازی رو برگردوندن. یونایتد پی اس جی اون موقع خیلی بازی خفنی بود و بگینگی یه جورایی، یادم نیمار هم که مثل همیشه مصدوم بوده نرسیده بود بازی، که هواداری پی اس جی خود بازیکن پی اس جی ریده بودن. چه کیت قشنگی هم داشتون سال یونایتد، من واقعا کیتشون رو دوست داشتم، چقدر هم دارن نیمار نشون میدن. رشفورد اومد پشت پنالتی، بوفون اون موقع دروازه‌بان پی اس جی بوده برینید، که اومد و این پنالتی رو گل کرد. فکر کنم بعدش هم یه گل دیگه زد یونایتد، یا دارم اشتباه میکنم؟ قبلش یه گل دیگه، هرچی بود که این گل باعث شد که یونایتد صعود کنه جای پی اس جی. بله یه فاک عظیم هم آقا مارکینیوش گفتن، نیمار متعرض. اینم که گل لئو مسی دیگه، بله گل دقیقه آخر مسی به رئال مادرید، که یکی واقعا زیباترین گل های مسی هم میشه بهش گفت، که اینجوری زارپ گذاشت کنج دروازه و بازی 2-2 رو 3-2 کرد مسی و اون خوشحالی جذابش کرد که فکر کنم الان اینجا بیاد. خوشحالی مسی چه گل قشنگه، واقعا بغل پای قشنگ. آره این دقیقاً رونالدو یه همچین خوشحالی کرده بود، این در جواب خوشحالی رونالدو بود، دقیقاً یادمه رونالدو یه همچین خوشحالی طوری کرده بود، دقیقاً نمیدونم خوشحالی رونالدو رو، ولی مسی در جوابش این خوشحالی انجام داد، لباسش رو در آورد و دهو به هواداراشون نشون داد. واقعا بازی جذابی بود، به به کله کتله دوست داشتنی هم اونجا بوده و چه فشاری میخوره آقای کریستیانو رونالدو. بله اینم خوشحالی مسی. رومان تورس لیت گل سنت پانما فرست اور ورلد کاپ، این گل باعث شد که اولین حضور تاریخ پاناما، اولین حضور تاریخ پاناما، اولین حضور پاناما تو جام جهانی، اولین تاریخ حضور، تاریخ اول حضور، اول حضور تاریخ پاناما، تاریخ اول حضور، حضور پاناما تاریخ اول، شاید اصلا تاریخ